یک نفری که ایمان به خدا داره او مقصد زندگیش یک چیز دیگه است، کسی که ایمان به خدا نداره او مقصد زندگیش یک چیز دیگه است. هر دویش کس تم باید کس تا در زندگیش فرق داشته باشه، رفتارش فرق داشته باشه، کردارش فرق داشته باشه، و تمام چیزای زندگی خود کس باید فرق داشته باشه. اسلامی لایف استایل چیه؟ اسلامی لایف استایل که در قرآن اگر بورین شما سیلکین آیه 97 سوره نحل میفرمایه که اسلامی لایف استایل مو حیات طیبه، حیات طیبه، زندگی پاکیزه. خداوند عالم میفرمایه که من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. مگه کسی که عمل صالح انجام بده، چی مرد باشه چی زن باشه، در حالی که او مؤمن به خدا است، فلنحيينه حياة طيبة، مور زندگی طيب میده، زندگی طاهر میده، زندگی پاکیزه میده، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، مور جزا میده، او رقم جزا کی او از کار خود از وقت بهتر است. پس لایف استایل اسلامی یعنی زندگی پاکیزه. زندگی پاکیزه است از هر آلودگی، زندگی پاکیزه است از ظلم، زندگی پاکیزه است از خیانت، زندگی پاکیزه است از عداوت، زندگی پاکیزه است از هر نجاست و خباست، زندگی پاکیزه است از عداوت، دشمنی، اسارت، ذلت، نگرانی، پریشانی، از همه از اینا. کسا او زندگی لایف استایل اسلامی که خداوند عالم که است بلدی از مو مورد نظر از مو است و خدا مگه مو یعنی لایف استایل انتخاب کن، او زندگی، زندگی پاکیزه، زندگی بدون تنشن، زندگی بدون استراب. الا بذکر الله تطمئن القلوب، مگه با ذکر خدا که است چی میشه؟ قلبها اطمینان پیدا مونه، قلبها اطمینان پیدا مونه. ای یاد خدا، یاد خدا من زندگی هر کسی بود. یاد خدا این لقلقه زبان نیست که آدم ذکر کنه الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله لا اله الا الله. یاد خدا این تو همیشه در یاد خدا باش، در زندگی هر کاری مونی یاد خدا باش. در پریکتیکل لایف که است ذکر عملی مغیره، ذکر عملی یعنی در هر قدمی که بال مونی پونگ پونگ که قدم ملی یاد خدا است که خدا چی گفته. و لایف استایلی که مورد نظر خدا گفته که اینی طرز زندگی، اینی رقم زندگی کو تو او رکسته اون مو طرز زندگی مونی، در یاد خدا است. الا بذکر الله تطمئن القلوب، وقتی که تو مطابق نظر خدا کسته تو قدم میشتی، لذا لذا قدم خو ملی، تو کسته چیکار میشه؟ تو مورد رضای خدا است. بس قلب تو اطمینان داره، پس پریشانی نداره، پس ترس نه، خوفی نه، نه ترس نه، غمی گذشته را داره نه ترسی آینده را داره، قلب تو اطمینان داره. الا بذکر الله تطمئن القلوب، این لایف استایل کسی اینیه اطمینان قلب بیاره. در مقابل ازی بارن باز قرآن بخانین شما توخ کن چی مگه خدا، خداوند عالم کسی که این لایف استایل انتخاب نکنه یک لایف استایل دیگه انتخاب کنه، نتیجه چی میشه؟ نتیجه شینی مشه و من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا. سوره طه آیه 124 خداوند تبارک و تعالی می فرمایه و من اعرض عن ذکری، هر کس روگردان چون از ذکر از ما، از یادی از ما، فان له معیشه زنکا، پس برای زو کس معیشت زنکا است، زندگی سخت است، زندگی سخت. تو حیات طیبه را تو خوبونجی که حیات طیبه بود، اطمینان قلب بود. در مقابل یزی هر کس از یاد خدا فراموش کنه، یعنی وقتی کار انجام میدی کارای زندگی خو، وقتی گپ میزنه، وقتی چمای خو چمای سیل مونه، وقتی قد گوشای خ میشنه و وقت زبان خو گپ میزنه، وقتی قد پای خو راموره، وقت قدیس خو کاری را انجام میدی، خلاصه هر کاری را که مونه اگر در زیاد خدا بود اطمینان قلبی حاصل مونه. الا بذکر الله تطمئن القلوب، اگر یاد خدا نبود فإن له معیشة زنکا، پس برای زو کسا زندگی سخت در پیش داره، زندگی سخت، زندگی که همیشه کسا پریشانی داره، همیشه تنشن داره، همیشه بدبختی داره، همیشه کسا هیچ وقت کسا او در آسایش نیست، ولو پیسه داشته باشه، ولو هر چیز داشته باشه، پریشانی داره، بسیار کسا حالش خراب است. ای یعنی دو لایف استایل، یک لایف استایل یه است که حیات طیبه، یک لایف استایل امی اطمینان قلب داره تو، الا بذکر الله تطمئن القلوب. در مقابل از او یک لایف استایل دیگه داره تو که او لایف استایل چی است؟
او لایف استایل معیشت زنکا است. زندگی بسیار سخت و من اعرض عن ذکری فان له معیشت زنکا. هر کس از یاد از مرو گردان چونه فان له معیشت زنکا. زندگی بسیار سخت تر پیش تره ولو ده هر کجا زندگی کنه زندگیش بسیار زندگی سخت است. زندگی کسانی که در یورپ زندگی مونه بظاهر همه چیز بلدش فراهم است، بسیار رفاه داره، بسیار آسایش داره، لیکن بر از لحاظ ذهنی کسته آیا چطور است؟ بسیار کسته تنشنا کسته اونا گرفتار است. او تا تنشنا که موجب خودکشی موشه. برن در جاپان سیل کن چی قصد مردم خودکشی مونه. این بخاطر چی است؟ بخاطر از اینکه اطمینان قلب نیه دیگه نه؟ وقتی که لایف استایل چی کسته طوری است که مورد نظر خدا نیست. خدا را در زندگی خود یاد نمونه، یاد نمونه. وقتی خدا را یاد نکدی اطمینان قلب مره. فان له معیشت زنکا. این زندگی بدبختی، زندگی که پر از تنشن، پر از اضطراب، پر از دشواری است. وقتی ایر مینگره مونگه که چی رقم زندگی است، ما چرا ایتر زندگی کنم؟ یا زندگی بدون معنا، بدون مقصد، بین زندگی که مینینگلس. خب نتیجه از چی موشه؟ نتیجه از این موشه که اطمینان وجود نداره، آسایش وجود نداره. وقتی آسایش وجود نداشت، اطمینان وجود نداشت، فان له معیشت زنکا. برای زی کس یک زندگی سخت در پیش تره، زندگی دشوار در پیش تره. پس اونا کس هیچ سلوشنی نداره بلده نجات پیدا کدو جز خودکشی. مورا خود خو از بلی پول تامین دزه، از بلی کلان سختمان کس مین دزه، ختم مونه، اختتام خاتمه مونه زندگی خوره. در مقابل از اون کسی که ایمان به خدا داره، اگر کلانترین دشواریات از زمین زندگی شی باید بازم کس تا، چونکه ایمان به خدا داره، یک امید داره، یک چیز داره، لحاظه کس تا بازم امید خود دست نمیده، میتونه بهترین زندگی کنه، بهترین ولو سخت این دوچار دشواری است، لیکن میتونه بهترین زندگی کنه. این لایف استایل کس تا انسان را اطمینان قلبی میده. الا بذکر الله تطمئن القلوب، چونکه یاد خدا مونه قلب شم اطمینان داره. نه از گذشته خو غمگین است، دوباره گذشته خو غمگین است، نه از آینده خو هیچ خوف داره. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. هیچ خوفی نداره، هیچ حزنی نداره، هیچ غمی نداره. پس این زندگی که است، یک زندگی شاد است، یک زندگی است که سراسر خوشی است. دی امزی دنیا، دی امزی دنیا. و خداوند علم مگه ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. ما کس یک جزای در این دنیا ما رو حیات طیبه میدم، لیکن در آخرت کس یک جزای که خیلی بهتر از این زندگی است و خیلی بهتر از کار از این است و رم نصیب شمونم. انشالله کس از خدا دعا مونیم خداوند تبارک و تعالی همه از ما را درای نیک هدایت کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. واسه مرهم بغضای جمع کران یا وارث ذوالفقار علی، بیا قلب مظلوم ها با توه.